آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین. آدینه فرا رسیده و به شما خوش آمد میگیم، ولی نمیتونیم آرزو کنیم که این روز استراحت شما به آرامش و خوشی سپری بشه، چرا که سراسر ایران در تب و تاب و تنشه. فردا شنبه درست یک ماه از آغاز اعتراضات همگانی میگذره و رژیم نتونسته اونها رو کاملا سرکوب کنه. مردم هم حاضر نیستن خیابونها رو ترک کنن و به خونه های خودشون بازگردن. نه تنها این، بلکه روز به روز بر دامنه اعتصاب ها و اعتراضات افسوده میشه و شکل‌های تازه‌ای به خودش میگیره و رژیم رو دچار سردرگمی کرده. پرسشی که اکنون همگان مطرح میکنن اینه که آیا حکومت در حال رفتنه یا اون که مردم دارن خسته میشن و دیر یا زود این اعتراض‌ها فروکش میکنه؟ یک بار دیگه سرکوبگری‌ها از سر گرفته میشه؟ سوالات متعددی هست. در این برنامه به رویدادهای مهم کشورهای دیگه از جمله اسرائیل هم خواهیم پرداخت. همچنین بررسی خواهیم کرد که مردم ایران چطور میتونن اعتراض و اعتصاب رو به حد جدی برسونن که فروپاشی رژیم رو شتاب بده و مردم ایران هرچه زودتر از این مصیبت عظما خلاص بشن. درود میفرستیم به شما آقای منشه امیر. درود بر شما، درود بر همه بینندگان، درود بر ملت ایران که از پای نایستاده تلاش میکنه همچنان در خیابانهاست و همچنان به شیوه های مختلف به اعتراض خودش ادامه میده که به حق خودش برسه. و بسیار اندوهگینیم وقتی میبینیم که نه یک دشمن خارجی بلکه خود حکومت اسلحه به دست میگیره و میآید و با مردم درگیر میشه و اونها رو میکشه و حتی به دختران دانش آموز هم رحم نمیکنه. بسیار متاسفیم، ولی این واقعیتی است که امروز در ایران جریان داره. اولین سوالی که از شما میپرسم اینه که حکومت تا چه میزان به فروپاشی و سقوط نزدیک شده؟ ببینید، مسلماً پایه های رژیم کاملا متزلزل شده، کاملا لرزان شده. حساب بکنید ببینید که تظاهرات این بار یا اعتراض های این بار چه تفاوت های عظیمی با اعتصاب ها و اعتراض های گذشته داشته. اصلا قابل مقایسه نیست. بارها گفتیم که در تابستان 88 گفتن رأی من بود، در جریان بنزین گفتن چرا بنزین رو گرون کردیم، در تظاهرات آموزگاران خواهان افزایش دستمزد بودن، در مال باختگان پول خودشون رو طلب میکردن. یعنی تظاهرات گذشته و اعتراض ها همه یک هدف خاصی رو دنبال میکرد که محدود بود و به همه ملت هم جز مسئله بنزین به همه ملت هم ارتباطی نداشت. این بار همه ملت ایران، از زن و مرد، دانشجو و دانش آموز، کارگر و نویسنده و حقوقدان، هر کی رو که بگید، از استان بلوچستان تا استان کردستان، از آذربایجان تا استان فارس، همه و همه دست به دست هم دادن و یک چیزی رو میطلبن: مرگ بر دیکتاتور، پایان حکومت، آنچه که میگن حکومت دینی در ایران. ما این نوع حکومت رو نمیخوایم. این خیلی تفاوت عمده‌ای هست بین امروز و دیروز. و حتی اگر حکومت با افزایش سرکوبگری ها و کشتارها بتونه موقتا مردم رو خاموش بکنه، ولی اطمینان دارم که پایه های بسیار مستحکمی نهاده شده که در خیزش بعدی میتونه تکیه گاه ملت باشه، تخته پرش باشه برای
یک رشته فعالیت‌های گسترده دیگر. امروز ایرانیان نه فقط در داخل کشور مبارزه میکنند، بلکه ایرانیان برون مرزی هم در سطح گسترده به اونها پیوستند، افکار عمومی دنیا به اونها پیوسته. ببینید چقدر هنرمندان، سیاستمداران، شخصیت‌های اجتماعی در کشورهای مختلف آمدن و این جنایت پیشگی حکومت رو محکوم دونستن و حتی قضیه ممکنه که به مجمع عمومی سازمان ملل برده بشه. اینها فرصت هایی است که نمیخوام بگم دیگه به دست نخواهد آمد، ولی پایه های اعتراض مردمی رو مستحکم تر کرده. علاوه بر این مردم جسورتر شدن. یه بار من گفتم گستاخ، گستاخ رو گفتن واژه بدی است. نه، گستاخ واژه بدی نیست. گستاخ کسی است که جرأت و شهامت و پایداری بیشتری داره. حالا بگیم شهامت به جای گستاخی. اینها همه نشون میده که فردا دیگه اگر مردم به پاخیزن، یعنی ناچار بشن که به پاخیزن، شیوه مبارزه بسیار شدیدتر خواهد بود علیه حکومت که بالاخره به فروپاشی حکومت خواهد انجامید. گفتم اتحاد شوروی 73 سال طول کشید، ایران مسلماً بسیار کوتاه‌تر و کمتر خواهد بود. خانم نگار، همونطور که اشاره کردید آقای امیر، این اعتراضات گسترده و این تظاهرات ها تفاوت های بارزی داره با دمونستریشن های قبلی و اعتراضات قبلی. میشه لطفا نمونه های دیگه ای از شیوه های جدید مبارزاتی ملت ایران رو اشاره کنید برامون؟ بله، این پرسش خوبی است، به خاطر اینکه یکی از ویژگی های خیزش این بار این است که همه مردم یک جا جمع نمیشن، بلکه به علت مشکلات میآیند و محله محله برگزار میکنند. افراد یک محله دهن به دهن یه روزی رو تعیین میکنند که ساعت فلان در فلان جا یه دسته مثلا 25 نفره 30 نفره حداکثر 50 نفره میرن اونجا تظاهرات میکنند و همزمان چندین و چند تظاهرات دیگر هم در نقطه های دیگر شهر جریان داره. این باعث میشه که حکومت نیروهای سرکوبگرش رو تقسیم بکنه، یه عده‌شون رو بفرسته این ور، یه عده‌شون رو بفرسته اون ور، و این شیوه از یک طرف تعداد تلفات رو کمتر میکنه و ماموران سرکوبگر رو خسته تر میکنه و نشون میده که این حکومت به اندازه کافی مزدور سرکوبگر نداره که به صحنه بفرسته. بنابراین هرچه که تظاهرات گسترده تر و متنوع تر بشه، کمبود مزدور برای حکومت بیش و بیشتر احساس خواهد شد. ما در گزارش های روزهای اخیر شنیدیم که افرادی با لباس های یا اونیفرم های مختلف وارد جریان شدن، دیگه فقط سپاه و بسیج و اینها نیستش. این نشون میده که حکومت کم آورده. این یکی از ویژگی ها هست. برای اینکه کلام طولانی نشه، شاید در پاسخ به پرسش های بعدی بتونیم به ویژه های دیگر هم اشاره کنیم. بفرمایید. یک سوالی که برای خیلی ها مطرح هست اینه که به هر دلیلی این اعتراضات در این مقطع به نتیجه نرسه، چه اتفاقی میفته برای کسایی که دارن اعتراض میکنن؟ ببینید، مردم نباید بترسن. به زندان های حکومت یک امکانات محدود داره. الان بیش از 10,000 نفر از جریان تظاهرات دستگیر شدن، یه عده رو آزاد میکنن بعد از یکی دو روز، جا ندارن. آیا اونها میتونن 100,000 نفر از مردم ایران رو در بازداشتگاه نگاه دارن؟ آیا میتونن 1,000,000 نفر مردم ایران رو در بازداشتگاه نگه دارن؟ درسته که اگر بتونن مردم رو خاموش بکنن، میآیند و دونه دونه سراغ افراد و خانواده ها میرن که اونها رو آزار بدن و بعضی ها رو بازداشت بکنن، ولی تمام اینها
یک حد و حدودی داره، محدوده، نمیتونه نامحدود باشه. بنابراین مردم نباید بترسن. مردم الان ما میبینیم، گفتین چه ویژگی هایی هست، اینم یکی دیگه از ویژگی هاش که مردم یه روزی میرفتن پشت بون الله اکبر میگفتن، امروز از پنجره های خونه شون شعار میدن مرد بر دیکتاتور، مرد بر خامنه ای، از پنجره های خانه های بسیار. این است که سرکوبگری حکومت هم حد و حدودی داره و نباید از اون ترسید. و مسلماً هرچه تعداد بازداشتی ها بیشتر بشه، حکومت زیر فشار بیشتری خواهد رفت تا بالاخره کمرش بشکنه. از این نظر نباید نگران بود و میبینیم که خود حکومت هم الان داره سعی میکنه که تا اونجایی که میتونه از کشتار بیشتر و گسترده تر جلوگیری کنه. یعنی چنان به صورت و با دست و دلبازی اسلحه گرم به کار نمیبره. فراموش نکنید در تظاهرات گران شدن بنزین در سه روز، کمتر از سه روز، اینا 1500 نفر رو کشتن. الان هم ملت ایران قربانی داده و ما متاسفیم برای هر انسان، مخصوصا وقتی دختران دانش آموز رو میکشن. ولی میبینیم که احتیاط بیشتر میکنه حکومت. بنابراین امکانات حکومت محدوده، نمیتونه از پس 50 میلیون، 60 میلیون، شاید حتی 70 میلیون نفر از مردم ایران امروز درگیرن، نمیتونه از پس همه اونها بر بیاد. و هرچه که تعداد تظاهر کنندگان و معترضین بیشتر بشه و بیشتر به صحنه بیان، حکومت ناتوانتر خواهد شد. و این است که نباید از این نظر نگران بود. شما در صحبت‌های خودتون بارها گفتید که باید اعتصاب‌های عمومی انقدر توسعه پیدا کنه که عملکرد رژیم به کلی فلج بشه، چرخ رژیم بخوابه، احساس عجز و ناتوانی کنه. عملاً دیده میشه این رژیم از قدرت افتاده، به نفس نفس زدن افتاده، فلج شده، دیگه قادر نیست مثل سابق بر ملت ایران و تظاهرات مسلط بشه. دقیقاً این چه که گفتید درسته. حکومت و ماموران سرکوبگرش هم خسته شدن و ما میبینیم که مواردی بوده که مردم به نیروهای سرکوبگر حمله بردن و اونها رو ناچار به عقب نشینی و فرار کردن. این شیوه نشون میده که دوباره حرف قبلی ما رو تایید میکنه که قدرت و توان سرکوبگری حکومت حد و حدودی داره و این اعتراض مردم باید مثل یک بهمنی که از قله کوه آغاز شده، هر چه به پایین میغلطه بزرگتر و حجیمتر بشه و بار سنگینتری رو و تهدید جدیتری رو برای حکومت ایجاد بکنه. الان ما به مرحله رسیدیم که این بهمن داره از قله کوه میچرخه و به پایین میاد و در مسیر خودش برفهای بیشتری رو به خودش میچسبونه و منظورمون اعتصابهای عمومی است که داره پا میگیره از شاخه بسیار کوچکی از کارگران صنایع نفت آغاز شد. میبینیم که شاخه های دیگر هم بهش پیوستن و حتی تهدید میکنن حکومت رو که اگر این وضع رو بخواید ادامه بدید، هر چرا که ما با دست خودمون ساختیم با دست خودمون ویران خواهیم کرد. این یک تهدید جدی از طرف کارگران نفت به خطاب به حکومت است. این است که مردم نباید نگران باشن و شرط موفقیت نه فقط ادامه این خیزش است. ببینید امروز که ما با هم صحبت میکنیم 28 روز 29 روز از
آغاز اعتراض ها میگذره. درست یک ماه از قتل مهسا امینی میگذره. این سابقه نداشته در ایران و نشون میده که حکومت نمیتونه همیشه و همه جا و همه چیز رو سرکوب بکنه. مردم ایستادن، مقاومت میکنن و عزم جزم دارن که ادامه بدن و این خیلی خیلی خوبه و خیلی مثبته. بفرمایید. آقای امیری، یکی از اصطلاحاتی که ما به کرات در طی حملات حکومت جمهوری اسلامی به اسرائیل به خصوص علی خامنه‌ای چندین و چند بار شنیدیم طی این سالها این هست که اسرائیل رو رژیم کودک کش میخونند. حالا میشنویم که ده ها تن از دختران دانشجو و حتی دانش آموزای دبستان ها و دبیرستان های ایران کشته شدند. آماری که منتشر شده حداقل حدود 30 نفر رو اعلام کردند. این جنایات چه واکنشی در جهان برانگیخته؟ بله، اولا واژه کودک کش مال خود خامنه ای است و به خودش میچسبه، نه به اسرائیل. اسرائیل هرگز نمی آید و یک کودک فلسطینی رو عمدن بکشه. گلوله‌ای که اسرائیلی‌ها برای مبارزه با تروریسم و در جریان جنگ‌های مسلحانه شلیک می‌کنن روش ننوشته که برو به یک کودک اصابت بکن. فلسطینی‌ها برای جذب حمایت مردم دنیا و برای فریب دادن و برای برانگیختن احساساتشون میآیند و کودکان رو وارد صحنه میکنن، جلو میندازن که به مساف ارتش اسرائیل میفرستن که کشته بشن و فلسطینی ها بتونن تبلیغات گسترده تری رو علیه اسرائیل انجام بدن. بنابراین کشته شدن کودکان فلسطینی مقصر اصلیش خود گروه های ترور هستن، خود فلسطینی ها هستن که اونها رو وارد صحنه میکنن. این در مورد اسرائیل. در مورد حکومت ایران، ببینید هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم هفته روز جهانی دختران بود و حکومت ایران میآید و دختر دانش آموز رو که 13 سال داره 14 سال داره به گلوله میبنده و میکشتش. میآیند و در داخل مدارس بمب‌های اشک‌آور منفجر میکنن، بچه ها رو میترسونن و غیره. این است که حکومت علی خامنه ای نه فقط کودک کش هست بلکه انسان کش به معنی گسترده کلمه. کودکان رو میکشه، دختران رو میکشه، پسران رو میکشه، مردان و زنان رو میکشه و میخواهد که همه ملت ایران رو بکشه. الان زندگی در داخل ایران چه لذتی میتونه داشته باشه جز برای اون دزدان و چپاولگران حکومتی که در قصرهای بزرگ سکونت دارن و کیف میکنن؟ ولی برای عامه مردم ایران زندگی امروز در مملکت، مملکتی که این همه خرابی و هرج و مرج درش هست، لذتی نداره. بنابراین کودک کش خودشون هستن، انسان کشن، ایرانی کشن، خارجی هن، دشمنن و هر چی میخواید اسمشو بذارید. بفرمایید. بله، حتی ظاهراً بچه های دانش آموز رو بهشون انگ اختلالات روانی زدن و پیش روانکاو فرستادن توی این تظاهرات ها که خیلی یونیسف و مراکز دیگه معترض هستن به این قضیه. آقای امیر، پیوستن گروه های بیشتری از ایرانیان رو میبینیم به این اعتراضات، مثل ورزشکارا، هنرمندا، وکلا، هنرپیشه ها و غیره. این وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟ بله، این پرسش مهمی است به خاطر اینکه ما میبینیم هر روز قشرهای بیشتری از مردم به این اعتراضات میپیوندن. حتی وکلای مجلس و ببخشید وکلای دادگستری صدای اعتراضشون بلند شده، اعلامیه دادن، تجمعی برگزار کردن و غیره، و این در حالی که وکیلان یعنی حقوقدانان در زیر
بیشترین فشار حکومتی قرار دارن و همونطور که قبلا هم گفتیم نه فقط حقوقدانان بلکه ورزشکاران، هنرمندان، اونایی که اهل سینما هستن، نویسندگان، موسیقیدانان، خوانندگان و همه مرتب به اعتصاب ها و اعتراض ها میپیوندن و فریاد همبستگی خودشون رو با ملت ایران بلند و بلندتر میکنن و این واقعا باز هم اینم سابقه نداشته. ولی ما انتظار بیشتری داریم. مثلا ورزشکاران چرا در استادیومی که دختران رو راه نمیدن و ورزشکاران بخشی از ملت ایران هستن چرا میرن بازی بکنن؟ بگن ما بازی نمی کنیم، ما در اعتراض به حکومت بازی نمی کنیم. و باز مسئله کودکاش رو گفتیم، میاین و خانواده های این دختران خردسال رو میگیرن و وادارشون میکنن که جلوی دوربین بگن بله مثلا دختر ما اختلال روانی داشته یا دختر ما غلط کرده، اشتباه کرده، پشیمونه و غیره و غیره. ورزشکاران و صاحبان مشاغل و هر کسی که با جامعه ارتباطی داره باید بگه که من این حکومت رو نمیخوام، من دیگه با این حکومت همکاری نخواهم کرد. اون موقع مسلم میدونیم که این اعتراض ها و آرمان های ملت ایران زودتر به نتیجه خواهد رسید. خانم نگار، بله، مدت هاست که این انگ خودکشی و انگ اختلالات روانی رو در مواجهه با مخالفا دارن این تاکتیک رو به کار میگیرن که ظاهرا موثر هم نبوده. گذاشت خواهر داده توی خونه ها بود بیشرف ها. با سلام خدمت همه هموطنان عزیزم. امروز پنجشنبه 21 مهر ماه 1401 این فیلمو دارم براتون میگیرم. چیزی که دارین میبینین جای ساچمه های وحوش خامنه ایه. روز شنبه 16 مهر ماه محدوده دروازه شیراز به من شلیک مستقیم شد از فاصله 4 متری. 12 تا ساچمه همزمان به من زدم. به لطف لباسای زیادی که پوشیده بودم فقط 2 تاشو با خودم به خونه آوردم و مابقی بدنم رو زخمی کرد. روی صحبتم با مردمه. وقتی که هر کدوم از این لباس شخصی ها، بسیجی ها و سرکوبگر و حالا هر کوفت و زهرمار دیگه ای و که گیرتون میافتن، خواهش میکنم خودتون مجازاتشون کنید. اینقدر نگین ولش کن، اونم آدمه. نمیدونید شنیدن این جمله ها از زبان شما وقتی ماها میشنویم که اینجوری آسیب دیدیم یا عزیزاشون رو از دست دادن چقدر برای ما دردآوره. به هیچ عنوان بهشون رحم نکنید، چون اونا میرن و وحشی تر برمیگردن و شروع میکنن به کشتار مردم. پس خواهشن بهشون رحم نکنید. و مورد دیگه آقای اشتری، شما که میگین که نیروهاتون سلاح گرم ندارن، پس با چی دارن ما رو میزنن؟ شما که میگین یه عده با لباس نیروی انتظامی اومدن و با سلاح‌های جنگی از طرف منافقین دارن مردم رو میزنن، وای بر شما، پس کلاتو بنداز بالاتر. اینقدر دروغ نگید، واقعا دروغاتون دیگه حالمونو داره به هم میزنه. رسوا شدید شما تو دنیا با ویدئوهایی که همه دیدن رسوا شدین. و روی صحبتم باز با مردم، خواهش میکنم با هم متحد بشین، پشت هم باشیم، بیایید بیرون، نترسید. ظلم پایدار نیست و ما در نهایت پیروز خواهیم شد. به ما بپیوندین. هیچ چیزی نمیتونه ما رو سرکوب بکنه مردم، هیچ چیزی. آقای امیر، دوباره میخوام این سوال رو بپرسم که گسترش اعتراض ها تا چه حد میتونه یک وسیله مناسب برای رسیدن به هدف باشه؟ ببینید، این به نظر من تنها راه رسیدن به هدف هست با و خیلی کمتر تلفات خواهد داشت. خدای ناکرده، من نگرانم که خدای ناکرده آنچه که امروز در ایران میگذره به یک جنگ مسلحانه مبدل بشه. خیلی آسونه اسلحه وارد ایران کردن، هم از طریق کردستان، هم از طریق بلوچستان، هم از طریق آذربایجان،
هم از طریق استان فارس. ببینید چهار گوشه ایران بلنگووازه، به آسونه میشه اسلحه وارد کرد. حساب بکنید که وقتی یک گروه 10 نفره از موتور سواران سرکوبگر خودشون رو به یه نقطه میرسونن، اگر کسی در ساختمان روبرو ایستاده باشه از پنجره میتونه اینها رو درو بکنه. خدای نکرده، من واقعا توصیه نمی کنم و آرزو دارم که مبارزه ملت ایران به این مرحله نرسه، ولی ممکنه به این مرحله هم برسه. مردم از جان خودشون گذشتن و ممکن است که بیاین و به طور مسلحانه اون ماموران مزدور حکومت رو هدف قرار بدن. به هر حال شیوه مبارزه روز به روز داره کاملتر میشه و همه اینها هم بدون یک رهبری منسجم، شاید ما در مرحله بعدی به رهبر نیاز داشته باشیم، ولی در حال حاضر به علت نبود رهبر میبینیم که تمام گروه ها، تمام سازمان ها، تمام طیف های سیاسی، تمام قشرهای اجتماعی یک دست و یک دل و یک جان در این مبارزه شرکت کردن که بسیار بسیار باعث دلگرمی هست. بفرمایید. بله، سنندج واقعا وضعیت جنگی داره، اونجور که از اخبار و گزارشات داریم میبینیم و میشنویم. گفته میشه آقای امیر، رژیم واحدهای جدیدی رو به خیابونها آورده، حساسیت بیشتری نسبت به اجتماعات مردم در خیابونها نشون میده. بفرمایید. بله کاملا درسته، قبلا هم یه اشاره کوچیکی به این جریان کردم. ببینید، نگرانی من در گذشته این بود که چون خودشون نمیتونن از پس مردم بر بیان، بیایند و افراد مزدور جیش شعبی و هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون و غیره رو، یعنی عرب زبانها یا غیر ایرانیان رو که مسلما اونها دشمنان ملت ایران هستند، وارد صحنه بکنن. ولی همینطور که قبلا هم اشاره کردیم، میبینیم که افراد تازه رو اونها با اونیفورم های مختلف وارد صحنه کردن، همینطور دارن اون دانشجویان وابسته به حکومت رو در برابر دانشجویان قرار میدن، حتی در مدارس میخوان این کار رو بکنن و در دانشگاه ها و حتی در ادارات دولتی، که بیاین و گروه های مزدور خودشون رو در برابر مردم قرار بدن و در واقع یک جنگ داخلی در ایران به وجود بیارن، یک برادرکشی به راه بیندازن. حکومت برای اینکه در قدرت بمونه از هیچ ترفندی، از هیچ جنایتی روی گردان نیست. این رو ملت ایران باید به خوبی بدونه. خانم نگار، آقای امیر، بالاخره رژیم میتونه بر اراده مردم ایران مسلط بشه و اونها رو به سکوت بکشونه؟ مسلما نه. اگر اتحاد ملت ایران همچنان حفظ بشه، اگر همه گروه ها با هم باشن، اگر این اعتراض ها ادامه پیدا بکنه، بالاخره اینها ملت پیروز خواهد شد، نه حکومت. حکومت حد اکثر میتونه یه مقداری از زنان و کودکان خودش رو فراری بده به کشورهای دیگر. الان میگویند که هواپیماها مرتباً پرواز میکنن و حامل زنان و کودکان محجبه هستن که حتما راهی پناه گرفتن در یک کشور خارجی هستن. اینها به نتیجه خواهند رسید که راه فرار ندارن، راه سرکوب ندارن، مردم ایران رو نمیشه برای همیشه خاموش کرد و چاره ای ندارن جز به خواست مردم ایران تسلیم بشن. حالا چقدر طول بکشه یا نه، این رو ما واقعا نمیتونیم پیش بینی کنیم. بفرمایید. حسین سلامی ادعا میکنه که ماموران امنیتی با لطیفترین و نرمترین شیوه ها با تظاهر کننده ها برخورد کردن. آیا وقاحت نباید حد و حدودی داشته باشه؟ پس این همه کشته از کجا اومده؟ آیا مردم خودشون رو میکشن؟ ولی اسلحه که ندارن، تا چه حد این دروغ پردازی ها رو مردم ایران باور میکنن؟ نه، من تصور میکنم که هیچ کس باور نمیکنه.
مسلم خود حسین سلامی هم میدونه که داره دروغ میگه. اگه با نرمترین وسایل برخورد کردن همونطور که شما پرسیدید، پس از کجا این همه تظاهر کننده قربانی شد؟ اونا پاسخ میدن، میگن که خود تظاهر کنندگان هستن که تیراندازی کردن و خودشون رو کشتن. امریکه با هیچ منطقی جور در نمیاد. اونا واقعا تصور میکنن که مردم ایران و مردم کشورهای دیگر نادان هستن که میاین و چنین ادعاهایی رو مطرح میکنن. ببینید الان رئیس قوه قضاییه حکومت آمده و میگه چرا اعتراض میکنیم، بیاین بشینیم با هم گفتگو کنیم، کی با کی گفتگو بکنه و این گفتگو چه سودی خواهد داشت. آیا 4 هفته است که مردم فریاد میزنن و دردهای خودشون رو بیان میکنن، علی خامنه چه تلاشی کرد؟ او مردم رو مثل احمدی نژاد خس و خاشاک میگه و بهشون بی احترامی میکنه و این تظاهرات رو یک چیز کوچک میدونه و دستور میده که با شدت بیشتری سرکوب بکنید. بنابراین حتی اگر بیاید و با حکومت به گفتگو بنشینن، کی گوش شنوا داره؟ بعد کی میآید اونجا؟ من اطمینان دارم که حتی اگر یه گروهی رو مثلا 5 نفری رو ببرن با رئیس قوه قضاییه گفتگو بکنه و اونها شکایت های مردمی رو مطرح بکنن، از اتاق رئیس قوه قضاییه که در بیان همشون رو بازداشت میکنن. بنابراین اینها با شیوه های دروغ پردازانه اصلا کل این حکومت بر روی دروغ نهاده شده، میآیند و سعی میکنن که مردم ایران رو منحرف بکنن، خودشون رو نرم نشون بدن و مردم رو سخت نشون بدن و ادعا بکنن که اسرائیل آمده کشته، نمیدونم، و آمریکا آمده کشته، از غیب آمدن و مردم ایران رو کشتن، وگرنه نیروهای سرکوبگر گلوله شلیک نکردن بلکه شاخه گل به تظاهر کنندگان هدیه کردن. اینها دروغ پردازی هاییست که هیچ سودی برای حکومت نخواهد داشت. ۲۱ مهر ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. اینجا رشت، 21/7 ساعت 7 صبح شب بنویسی صبح پاک میکنن، صبح بنویسی شب پاک میکنن، مردم کم نمیارن، باز مینویسن. اینو ببینی، 100 بار پاک کنی می نویسم بند نیازدی. همطور که اشاره شد، اعلام حمایت و همبستگی جهانی با این اعتراضات اخیر کم سابقه بوده. آیا از دیدگاه شما آقای امیر، ابراز همبستگی دولت‌های جهان با مردم ایران به ویژه صداهایی که از ایالات متحده شنیدیم کافیه؟ نه مسلماً نه، ما از دولت پرزیدنت بایدن شدیداً گله داریم. ببینید مدت‌ها اینها نادیده گرفتن، تازه الان هم که ابراز حمایت میکنن، حد اکثر کاری که میکنن میاین یک عده از فرماندهان میان پایه نیروهای بسیج و سپاه رو به لیست تحریم ها اضافه میکنن. خب این چی میشه؟ اونها هرگز به آمریکا نمیرن، پولی در آمریکا ندارن، داد و ستدی با دولت واشنگتن ندارن، حالا تحریم بشن یا نشن اینها فایده نداره. پرزیدنت بایدن باید در فکر اعطای کمک های جدی و عملی به ملت ایران باشه. باید هرچه زودتر اون اینترنتی که به مردم ایران
وعده دادن برقرار بشه. امروز حکومت آمده و اینترنت رو اونقدر مختل کرده که سخت برای تظاهر کنندگان که کلیپ های خبریشون رو به دنیا مخابره بکنن و از تلویزیون های جهان پخش بشه. دولت های غربی هم هنوز به هیچ اقدام عملی علیه رژیم ایران دست نزدن. یعنی خلاصه میکنم به همون اندازه که من انتظار دارم که کل کارگران نفت اعتصاب بکنن، کل کارگران و نه فقط کارگران زن در هفته دست به اعتصاب بزنن، حکومت رو فلج بکنن، این بهترین راهی که بتونن به نتیجه برسن. ولی کمک های خارجی و تمام این اعتراض های دنیا هم به ملت ایران کمک کرده، بهشون قوت قلب داده و دیدن که تنها نیستن و گروه های بزرگی از مردم دنیا از اونها حمایت میکنن. این باعث دلگرمیه. ولی ما از رهبران کشورهای بزرگ جهان، نه از چین و روسیه که در واقع پدرخوانده های حکومت ایران هستند و به هر قیمت میخوان این حکومت رو روی پا نگه دارن که بتونن به چپاول اموال ایران همچنان ادامه بدن، بلکه کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده باید کمک عملی به ملت ایران بکنن و حرف و اعلامیه و اعتراض کافی نیست. سپاسگزاریم از آقای اوباما، از خانم اوباما که ابراز طرفداری کردن، ولی چرا تا امروز سکوت کردن؟ الان یک ماه از آغاز اعتراض ها میگذره، از کشتن مهسا میگذره، چرا تا به حال واکنشی نشان ندادن؟ ما خلاصه میکنم همون گونه که انتظار داریم کارگران و کارمندان و تمام صاحبان مشاغل در ایران اعتصاب های خودشون رو بزرگتر بکنن، از دولت های جهان هم انتظار داریم که کمک های عملی به ملت ایران بکنن و نه فقط حرف بزنن. خانم نگار، این ابراز همبستگی ها با مردم ایران تا چه حد میتونه حکومت سرکوبگر رو روش تأثیر بذاره و اونا رو از شدت بخشیدن به خشونت و کشتار باز بداره؟ بله، این سوال رو اگر از سران حکومت میکنید جواب میدن و جواب دادن به شیوه های مختلف که غلط میکنن، بذار انقدر داد بزنن که حنجرشون پاره بشه به ما چه، ولی دروغ میگن. در مجموع این اعتراض های بین المللی دو فایده داره. یکی این که مردم ایران رو دلگرمتر میکنه که به مبارزه خودشون با شدت بیشتری ادامه بدن، و دوم این که حکومت رو به حکومت نشون میده که شما منفورید هم در داخل ایران و هم در دنیا، یعنی یک نوع فشاری رو هم علیه خود حکومت ایجاد میکنه، و بنابراین بسیار بسیار مثبته و انتظار داریم که گسترده تر بشه، و همونطور که گفتیم انتظار داریم که از حرف به عمل بیانجامه. بفرمایید آقای امیر. به چند مسئله در رابطه با اسرائیل و یهودیان بپردازیم. در هفته ای که گذشت یهودیان عید سوکوت رو برگزار کردن که در روزهای آینده به پایان میرسه. یک بار دیگه یادآوری کنید که این عید چیه و مردم چطور از ایام تعطیل در این دوران استفاده میکنن؟ بله، عید سوکوت یکی از سعید بزرگ یهودیان هست. اصولا در ماهی که پشت سر گذاشتیم ما سه تا عید داشتیم. اول نوروز یهودیان بود، بعد یوم کیپور بود، و الان عید سوکوت هست که عید سوکا در زبان عبری یعنی سایبان، اون سایبان هایی که در مزارع در گوشه مزرعه برپا میکردن جمعش میشه سوکوت که کارگران استراحت بکنن و وسائلی رو اونجا بذارم، مثلا آب، غذا و غیره، و این در آغاز درو محصول بوده و هر سال در اوائل پاییز آغاز میشه، و این یکی از دو عید یهودی هست جز عید پسح یا عید فطیر که یک هفته تعطیلی هست. در کشورهای
خارج از اسرائیل 8 روز تعطیلی هست و مردم اسرائیل از این تعطیلی استفاده کلان میکنن برای استراحت، برای گردشگری، برای سفر به کشورهای خارجی. حساب بکنید که تقریبا 1/3 یا 1/4 از مردم اسرائیل در این 8 روز عید به خارج از کشور پرواز کردن، برن خوش بگذرونن. چرا میرن خارج خوش بگذرونن و همشون نمیمونن در اسرائیل؟ چون اسرائیل هم جاهای گردشگری خیلی جالبی داره. ولی اگه قول میدید به کسی نگید، گردشگری در داخل اسرائیل گرانتر تمام میشه تا اینکه مردم بلیط هواپیما بخرن برن مثلا یونان، ترکیه و جاهای دیگه و تعطیلات خودشون رو اونجا بگذرونن. به هر حال در دو عید، عید سوکوت و عید پسح یا عید فطیر، فرصتی هست که مردم دسته دسته به خارج سفر میکنن، گردشگری میکنن، خوش میگذرونن و از تعطیلات خودشون برای دید و بازدید های خانوادگی استفاده میکنن. بفرمایید آقای امیری. یکی از مهمترین اخباری که داشتیم توافق بین اسرائیل و لبنان در حوزه گازی کوسه بود. این خبر امیدوار کننده بود در مورد خاورمیانه که اسرائیل و لبنان اعلام کردند که در مورد بهره برداری از حوزه منابع گاز طبیعی در آب‌های دریای مدیترانه به توافق رسیدن. این توافق چه تأثیری روی روابط اسرائیل و لبنان خواهد داشت و چه تأثیری بر موقعیت حزب الله در لبنان خواهد گذاشت؟ مهمتر از اون، چه تغییراتی در روابط لبنان با حکومت ایران میتونه ایجاد کنه؟ بله، چند تا پرسش رو یک جا مطرح کردی. یه توضیح رو اول بدم. ببینید، در سالهای اخیر در دریای مدیترانه، به ویژه در شرق دریای مدیترانه که به ترکیه، لبنان، سوریه و اسرائیل مربوط میشه و تا حدود مصر در جنوب دریای مدیترانه، حوزه های گاز طبیعی بسیار غنی کشف شده در اعماق دریا، در عمق مثلا 1 کیلومتری، 1000 متری، 1500 متری و حتی 2000 متری. اسرائیل تکنولوژی خودش رو به کار انداخت و الان بیشتر از 1 سال، شاید 2-3 ساله که از این منابع گاز استفاده میکنه، هم برای مصرف داخل کشور و هم برای صادرات، و این درآمد کلانی رو نصیب اسرائیل ساخته. آب دریای مدیترانه مشترک بین کشورهایی که ازش رو نام بردم. حالا تعیین خط مرزی آبی یکم مشکلش، چون شما اگر از خشکی 0.1 میلیمتر بالاتر برید یا پایین تر برید، مرزی که تعیین میکنید بین مثلا اسرائیل و لبنان خیلی جابجا میشه و سر این جریان اسرائیل و لبنان با هم جدل داشتن. اسرائیل یک حوزه نفتی رو کشف کرده و میخواد به زودی شروع به استخراج بکنه به اسم کریش. کریش در زبان فارسی یعنی کوسه، و لبنانی ها میگن که بخشی از این حوزه در آبهای دریایی ما قرار داره. سر این موضوع بحث و جدل بود و حزب الله تهدید کرده بود که از اسرائیل انتقام میگیره، به اسرائیل حمله میکنه و غیره و غیره. با میانجیگری ایالات متحده مذاکراتی الان حدود 2 ساله ادامه داره و رسیدن به توافق که امیدواریم عملی بشه، چندین و چند امتیاز برای ملت لبنان خواهد داشت. مسلما برای اسرائیل هم همینطور. برای اسرائیل برای اولین بار یک مرز شناخته شده دریایی بین دو کشور برقرار میشه، گرچه لبنان در این توافق گفته است که این خط آبی مربوط به گاز به مفهوم به رسمیت شناختن مرزهای دو کشور نیستش. بعد پرسیدین چه تأثیری بر حزب الله خواهد داشت. تأثیرش این خواهد بود که مردم لبنان میبینن که حزب الله مخل امنیت خودشونه و منافع ملت لبنان رو به خطر میاندازه. وقتی که دولت لبنان پول بیشتری، درآمد
بالاتری داشته باشه، میتونه به مردم خودش بیشتر برسه و سطح زندگی مردم بالا بره. الان بحران اقتصادی در لبنان بسیار بسیار شدیده و اهمیت دیگرش این است که دولت لبنان دیگه احتیاج نخواهد داشت که از حکومت ایران نفت بخره یا نفت مجانی بگیره. یعنی اون ارتباط تحمیلی بر لبنان از جانب حکومت ایران متوقف میشه و به امنیت و صلح منطقه کمک میکنه. یعنی ببینید خانم نگار، هر اندازه که آرامش برقرار باشه به نفع طرفین و سودشون رو بالا میبره. وقتی که این جریان در مسیر استفاده از حوزه های گاز طبیعی اسرائیل و لبنان عملی بشه، دولت لبنان و ملت لبنان تمایل و حتی حزب الله خواهد ترسید که بیاید و با اسرائیل وارد جنگ بشه. یعنی خلاصش بکنم، رسیدن به توافق بین اسرائیل و لبنان که با کمک فعال ایالات متحده بوده، یک گام لبنان رو به سوی صلح با اسرائیل مانند مصر، مانند اردن، مانند امارات عربی متحده، مراکش و بحرین نزدیکتر میکنه و خبر بسیار خوشحال کننده و امیدوار کننده است که میتونه به برقراری امنیت نسبی در منطقه کمک بکنه. خانم نگار، آقای امیر، در یک ماه اخیر بر شدت تشنج در اورشلیم و همچنین در نواحی اسرائیلی نشین در کرانه باختری افسوده شده. در این هفته ها چندین عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیل انجام گرفته و دو سرباز اسرائیلی در گذرگاه‌های ارتباطی بین کرانه باختری و خاک اسرائیل هدف ترور قرار گرفتن و جان باختن. این افزایش تنش و تهاجم چه ارتباطی با اعیاد اسرائیل داره؟ بله، همونطور که گفتیم در یک ماه اخیر سه تا عید عمده از طرف یهودیان برگزار میشه. عادت و سنت این است که در این اعیاد یهودیان از داخل کشور و سراسر دنیا میرفتن به زیارت بیت المقدس. بیت المقدس یا خانه خدا اون نیایشگاه بزرگ یهودیان بوده روی تپه به اسم تپه سیون که در شرق اورشلیم قرار داره و الان مسجد الاقصی و مسجد عمر به روی آن بنا شده و یهودیان که می آمدن زیارت می کردن. در این ایام عید یهودیان امروز که نیایشگاه بیت المقدس دیگه وجود نداره، می آین و از محوطه بیرونی مساجد رد می شن. یعنی از صحن بیرونی مساجد، بدون اینکه در فاصله 10 متری از خود مساجد هست، می آین و از کنار دیوار صحن تپه رد میشن و تو دلشون آرزو میکنن و دعا میخونن و غیره و حتی پلیس اسرائیل بهشون اجازه نمیده که با صدای بلند نیایش بکنن، اجازه داده فقط رد بشن، نه بیشتر از این. و این رو فلسطینی ها و اعراب افراطی باش به شدت مخالفت میکنن و به همین جهت هم می آیند و در اعیاد یهودی سعی میکنند که اختشاش به راه بیندازند، تولید ترس بکنند و بگویند که یهودی ها حق ندارن دین خودشون و نیایش های خودشون و سنت های خودشون رو اجرا بکنن. بسیار باعث تاسف، دو تن از سربازان اسرائیلی در جریان تیراندازی های نه در داخل شهر بلکه در جاده ها و گذرگاه ها جان باختن، یه عده فلسطینی کشته شدن و تنش همچنان ادامه داره و امیدواریم که در روزهای آینده تمام بشه. ما 3-4 روز به پایان عید سکوت باقی مونده و امیدواریم که در اواسط یا اواخر هفته آینده سکوت و آرامش دوباره برقرار بشه. خانم نگار،
آقای امیر، این برنامه رو با یک خبر خوش به پایان ببریم و اون برگزاری روز جهانی کوروش کبیره که روز چهارشنبه پیش رو در اسرائیل برگزار میشه. لطف کنید درباره این جشن اطلاعاتی به علاقمندان بدید. بله، هفته که پیش رو داریم همونطور که گفتید روز جهانی کوروش کبیر هم برگزار میشه. من هنوز نمیدونم در چند کشور دنیا این روز رو گرامی خواهند داشت، ولی در اسرائیل فرهنگ سرای ایران در اسرائیل که یک بنیاد جدیدی هست که هدفش گسترش فرهنگ ایران در این سرزمین هست، روز جهانی کوروش رو جشن میگیره در دانشگاهی در شهر خلون چسبیده به تل‌آویو و ازش قدردانی میشه و همین بنیاد فرهنگ سرای ایران در اسرائیل ابتکاری به خرج داده و مجسمه کوروش کبیر رو که در ایران ساخته شده نیمتنش رو به اسرائیل آورده با زحمات بسیار و در دانشگاه هیت انستیتوی تکنولوژی خلون در مرکز اسرائیل نصب شده و در برابر اون مراسم کوروش کبیر آغاز میشه و بعد در یک سالن سربسته ادامه پیدا خواهد کرد و امیدواریم که بسیاری از اسرائیلی ها و ایرانی زادگان بیایند و با در این جشن شرکت بکنند و قدردانی ملت یهود رو از کوروش کبیر بیان بکنند و این گام دیگری باشه در راه نزدیکتر شدن فرهنگی بین دو ملت ایران و اسرائیل. بفرمایید. سپاسگزاریم از شما آقای امیر برای بیننده ها و شنونده های این برنامه و همه ملت ایران روزهای بهتری رو آرزو میکنیم و در تأیید و طرفداری از خیزش مردمی در ایران سرودی رو به عنوان حسن ختام به همه هدیه میکنیم. روز و روزگار خوش. تو در روز تو دل شب قدم به قدم با حال بد یا حال خوب رو به شمال و جنوب با پای لخت رو زمین سفت دندونا به هم چفت با مشت گره کرده میکنم غمو رو خفت بیرونی گرده را هرگی رسید تک به تک بالا مچید بری باز پردر و ودن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آواز مال منه حالا که هرچی صحنه و نقش منو صدا میزنه تو هم دست تو بده من بده من ماسه تو روحی توی تن توی تن تو هم دست تو بده من بده من مصد تو روحی توی تن آدینه با آقای منشه امیر میزبان خانم نگار نازنین